با درود خدمت دوستان گرامی در سی سلکسیون 375 تایل آ در این درس ما هم راجع به پارتیسیپ اینس و 2 با اتون صحبت کنم چون خیلی از شما ها اینو میپرسید با اینکه ما تو درس ها جستگو اشاره کردیم ولی اینجا بیایم یه دسته بندی بکنیم پارتیسیپ اینس و پارتیسیپ 2 اینا چی هستن ما اگه یه فعل رو داشته باشیم فرض کنید فعل arbeiten. arbeiten. اگر ما به این فعل یه دی اضافه کنیم میشه پارتیسیپ یک بچه حالا معنیشو بهتون میگم اگر صفت مفعولیشو بدون مثلا بگم ای habe gearbeitet"، گی آبایتت همه را کنم فقط حالت صفت مفعولی رو داشته باشم گی آبایتت رو داشته باشن این میشه پارتیسیپ سوار پس پارتیسیپ اینس با اضافه کردن یه دی هست که تولید میشه و پارتیسیب 2 همون چیزی هست که برای گذشته ازش استفاده میکنید که با فعل های هابن یا زاین هست مثلا فعل لرنند پارتیسیب یکشه گلرند پارتیسیب دوشه درسته؟ یا فعل لیبند پارتیسیب یکشه گلیبد پارتیسیب دوشه فعل دیگه که بخوام بهتون بگم فورش دلن. فورشتلن یعنی معرفی کردن فورشتلند و فورگشتلت پارتیسیپ یک و دوش درسته؟ پس میبینید که ساختشون سخت نیست به بی... یکشی خیلی آسونه یه دی اضافه میکنید دو همه یه گذشته رو بلد باشید دیگه دو ساختنش باید براتون آسون باشه پس از نظر ساخت خیلی آسونه مثلا فعل یه دی اضافه کنم میشه شپنند و گشپند پارتیتیب دوش هست یا به گایسترمد یه نفر رو به کنید به این معنی که یه نفر رو تحت تاثیر قرار میدید به وجد میارید کار شما اون فرد رو در واقع تحت تاثیر قرار داده. به و به این پارتیتیب یکه اینم پارتیتیب دو هست خب حالا بیاریم این چی هن؟ چرا اینجورییا چرا؟ پارتیسیپ یک و دو چرا نیاز داریم و معنیشون چی هست پارتیسیب پارتیسیپ یک که ده داشته باشه کننده کاره تو فارسی بهش میگیم صفت فائلی یه نفر کننده یه کاره و پارتیسیپ دو بهش میگیم صفت مفعولی شده هست, شده هست. توش یک حالت یک ترجمه شده وجود داره اگه من بگم آبایتند یکی اون فرد خودش کار میکنه یا اون چیز خودش کار میکنه اگه بگیم یه کار شده معنی میده اگه بگیم لرنند چیزی یا کسی خودش یاد میگیره اگه بگیم گلند یاد گرفته شده هست لیبند به همین ترتیب یه کسی خودش زندگی میکنه گلیبت، زندگی کرده شده هم چیزی معنی کنیم بهترین حالت اینه تو مفت متن بفهمیم چجوریه مثلا اگه بگم این فیرما که اون فیرماه حالت ربطیش میکنیم جمله که این دیه برمیگرده به فیرما اگه بگم این اونترنیمن یعنی یه شرکت اگه اینجا بخوام میگم که اون شرکته میشه داست درسته اینجا چون دی فیرما هست این فیرما دی ولت وایت تو کل جهان کار میکنه این فیرما دی ولت وایت آبایتد خب این فیرما چه نوع فیرماییه؟ یک فیرمای تو کل جهان کار کننده درسته؟ آین فیرما این بقیه چیزا میان اینجاش بچه ها. پس شما همیشه یه چیز ربطی رو تبدیلش کنید به یه چیز ربطی معنیش رو میتونید راحتر بفهمید پارتیسیب یک یا دو پارتیسیب یک همیشه اون چیز یا اون فیرما ببینید اینجا فعل برایش صرف شده میبینید قبلش هم برای پارتیسیپ دو معمولا اینجا ورده هست زینت هست حالا میرسیم بهش خب این ولت وایت به صورت این دیگه قیده ولت وایت نمیخواد صرفش کنید آرپایتنت ده فیرما میبینید این ولت وایت فیرما یک شرکت تو کل جهان کار کننده از کجا میفهمم دی ای داره باید دی بگیره که بعد از دی مسلمان این ای به خاطر صرفشه چرا میام میگیم صفته فائلی به همین اینو نوع صفتی که ای گرفته به خاطر اینکه من تونستم با حالت ربطی مشخصش کنم آبایتد به چی برمیگرده بچه ها؟ به دی فیرما درسته؟ این فیرما دی ولت فایت آبایتد ایست این آبایتند فیرما مثلا این شتودنت یک دانشجو که سریع یاد میگیره در شنل لرند خب آیا لرنن برمیگرده به دانشجوه؟ بله که اون دارم صرفش رو برای این کردم میبینید؟ اینجا آیا من زینت دارم یا ایست دارم یا ورده دارم اینا دارم نه به اونم میرسیم حالا ببینیم می اینو بخوام تبدیل کنم به این شتودنت بخوام اینجا اون حالت جمله ربطی رو بیام به صورت صفت و غید اینجا اضافه کنم میتونم بگم این شنل این دیگه صرف نمیشه چرا؟ چون شنل قید بچه ها قید نیازی صرف شه شنل لرنن د این شنل که لرنن رو به معنی یادگیرنده یادگیرنده خودش یاد میگیره یک دانشجوی سری یادگیرنده میبینی؟ پس این شنل حالا مثلا اگه اینجا بای باشه من بای بذارم میشه باي آینم باي آینم داتیو میشه شنل لرنن دن صفت این میگیره شتودن. دیگه این بستگی داره به این اینو به صورت یه صفت مثل گوت در نظر بگیرید که میتونید صرفش کنید اینو خب حالا من همین رو بیام به صورت صفت مفعولی بخوام بگم بگم مثلا موضوعی که ما یاد گرفتیم دا تما موضوعی که اون موضوع را داس وی گلند هابن داس تیما وی گلند هابن حالا ببینیم این آیا صفت مفعولیه یا فعالیه یعنی موضوعی که یادش گرفتیم که اون موضوع رو یه نفر یاد گرفته پس ببینید اینجا بچه ها هابن داریم اینجا قبلش صفت مفعولی داریم بنابراین اگه من بخوام تما رو داس تیما این ربطی رو حذف کنم و داس gelernt Thema گلنت رو یاد گرفته شده است اینجا اینجا یاد گیرنده از یه دانشجویی که سریع یاد میگیره ولی اینجا موضوعی که یاد گرفته میشه یاد گرفته شده میبینی شده داره پس das gelernte Thema یعنی موضوع یاد گرفته شده gelernte Thema خب حالا چرا گلنت ای گرفت چون داستو رو داریم اگه داستو رو داشته باشیم دیگه این ای ای اس صفت ای اس نمیگیره فقط یه ا ای میگیره اینو بهش میگن پارتیسیپ دو شونده است این کننده است یا گیرنده است میبینید یه نفر این فخای خانوم که اون مثلا دی این دویچلند لیپت که تو آلمان زندگی میکنه خب به نظر تو اگه من بخوام این فراو رو بینش براش یه صفت رو اینا بیارم چیکار کنم مفعولیه یا فائلیه این فراو دی این دوشلن لب لبت برای این صرف شده میبینید برابر این از همینجا میتونیم بفهمیم فاعلی یه خانومی که اون خودش تو آلمان زندگی میکنه پس میتونیم بگیم این این دویچلند لبنده فراو ببینید اینو دیگه بچ صرف نمیشه این دیگه همینجوری اون از اینجا ما آریه میگیریم میاریم اینجا ببینید قرضش گرفتیم مودی آوردیم اینجا چون دیگه یه نوع حالت قیده جاشو مشخص میکنه اونجا قید باز بود شنل دیگه نمیخواد صرف بشه پس میشه گفت اینه. این این دویچلند لبنده فراو ببینید حالا کدومش راحت داره تو روزمره تو حتی تو نوشتار بهتره معمولا این در این موردین بعضی این مواقع ممکنه این حالتم هم قشنگتر باشه این کوتاهتر میشه بچه مثلا میتونم اینو به جمله کنم ایش ماک دوست دارم یا ایش لیب یا ایش لیب این این دویچلند این فراود این دویچلند لیبت یک خانم دوست دارم که تو آلمان زندگی میکنه میتونم بگم ایش لیب این این دویچلند لیبند دو فراود میبینی؟ دیگه گلیبت نمیتونم بگم درسته؟